آژانس خبری کردپا گزارش داد حکم اعدام داوود عبداللهی زندانی سیاسی کرد که در اعتصاب قضا به سر می برد بامداد روز سه‌شنبه اجرا شد. بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هر گونه مبادله ارزی با 5 کشور از جمله ایران منع کرد تا تأمین دلار از مجاری قانونی این کشور برای جمهوری اسلامی غیر ممکن شود. تصاویر هوایی از فراز شهر واجیما در استان ایشیکاوا در ژاپن ویرانی گسترده و آتش سوزی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری در پی زلزله به بزرگی 7.5 ریشتر را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین آمار در این زمین لرزه تا صبح روز سه‌شنبه 12 دی ماه دست کم 30 نفر جان باختند. ارتش سوریه صبح سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که حمله هوایی منصوب به اسرائیل به حومه دمشق خسارت‌های بر جای گذاشته. بر اساس این گزارش این حمله از سمت بلندی‌های جولان انجام شده است. یک روزنامه حامی دولت و وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی بازار لوازم خانگی گرانی و کیفیت پایین تولیدات داخلی را نتیجه اعمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی توسط دولت دانست، بدون اینکه به دلیل این اعمال محدودیت که دستور مستقیم علی خامنه ای بود اشاره کند. صبح سه‌شنبه 2 ژانویه یک مهاجم به لی جای میونگ رهبر اپوزیسیون کره جنوبی که در کنفرانس خبری در شهر بوسان حضور داشت حمله کرد و با چاقو به گردن او ضربه زد. به گزارش سرویس‌های جهانی بی بی سی مهاجمی که مردی 50 تا 60 ساله است در محل دستگیر شد. وزیر امنیت ملی پاناما اعلام کرد در سال 2023 بیش از 520 هزار مهاجر غیرقانونی از منطقه جنگلی دارینیه در مرز این کشور با کولومبیا به سوی ایالات متحده آمریکا گذر کردند. دست کم 120 هزار نفر از این افراد کودک و نوجوان بودند. شهروندان کوزوو سفر بدون روادید را در منطقه شنگن اتحادیه اروپا از اول ژانویه آغاز کردند. این قانون جدید به شهروندان کوزوو این امکان را می‌دهد که بدون ویزا در حوزه شنگن تا 90 روز در هر دوره 180 روزه سفر کنند. یک شرکت چینی شورابه‌های دریاچه ارومیه را خریدار است. مقام‌های استانی آذربایجان غربی ضمن تکذیب برداشت لیتیوم از شورابه‌های ارومیه اعلام کردند که پیشنهاد شرکت چینی را نپذیرفتند. آنها می‌گویند کامین‌هایی که در تصاویر روزهای اخیر دیده شدند متعلق به دو شرکت خصوصی هستند که با مجوز محیط زیست نمک از دریاچه ارومیه برداشت می‌کنند. کارشناسان هواشناسی در رابطه با هوای این هفته اعلام کردند بیشترین بارندگی در نورآباد ممسنی اتفاق افتاده. امروز در نیمه جنوبی کشور به شکل پراکنده منتظر وقوع بارش هستیم و این سامانه امشب کشور را ترک خواهد کرد. سامانه بارشی جدیدی از سمت جزیره خارک وارد کشور خواهد شد. سردترین مرکز استان هم اردبیل با دمای منهای 7 درجه بوده است. در نیمه شمالی کشور با افزایش آلاینده‌ها روبرو هستیم و تا فردا پیش از ظهر این شرایط در تهران هم برقرار است.